تلویزیون اورینت متعلق به اپوزیسیون سوریه گزارشی از کنفرانس مطبوعاتی مقاومت ایران در مقر سازمان ملل در ژنو منتشر کرد و با دکتر آله خویدار کوادراس، طاهر بومدرا و آقای پرویز خزائی مصاحبه هایی ترتیب داد. في مبنى الأمم المتحدة هذه المرة وضمن اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في دورته الحالية نوقش ملف الإعدامات السياسية در ساختمان سازمان ملل متحد و پیش از برگزاری جلسات شورای حقوق بشر پرونده اعدام‌های سیاسی در ایران به طور خاص قتل عام سال 1988 که بیش از 30,000 قربانی از زندانیان سیاسی به جای گذاشت به بحث گذاشته شد. پرویز خزائی: ما از سازمان ملل متحد نزدیک به 65 بار خواستیم تا رژیم ایران را به خاطر نقض حقوق بشر محکوم کند. سال گذشته گزارش ویژه حقوق بشر در ایران از این قتل عام صحبت کرد. ما این پرونده را با کمیسر جدید حقوق بشر دنبال می‌کنیم. در این کنفرانس کارشناسان و قضات بین‌المللی و شخصیت‌های اروپایی برجسته‌ای شرکت داشتند. آنها در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران صحبت کردند. آنها گفتند حسابرسی از رژیم ایران به خاطر جنایاتی که مرتکب شده ضرورتی غیر قابل اجتناب است. طاهر بومدرا: ما از این فرصت استفاده می کنیم تا از سازمان ملل متحد بخواهیم اقدامات ضروری را برای شروع تحقیق انجام دهد و متهمین را به دست عدالت بسپارد. عدالت بین المللی نیازمند صبری زیاد و شکیبایی است و بسیار پیچیده است. شرکت کنندگان در این کنفرانس به میزان هزینه ای اشاره کردند که رژیم ایران برای شبه نظامیان فرقه گرای خود صرف می کند تا خلقهای عرب را به قتل برسانند و خاک آنها را اشغال کنند. آنها گفتند این سیاست خصمانه رژیم اصلی ترین عامل وخامت اقتصادی در ایران بوده است. آله خویدار: این موضوع نشان دهنده واقعیت رژیم ایران است. سازمان ملل متحد می بایست هیئت حقیقت یابش را برای بررسی این جنایات اعزام کند و جنایتکاران را به پای میز محاکمه بکشاند. سازمان ملل متحد بارها به خاطر افزایش تعداد اعدام‌ها در ایران و وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده است. شورای حقوق بشر که در سازمان ملل برگزار می شود به تریبونی برای صداهای سرکوب شده مردمی تبدیل شده که خواهان آزادی هستند و برای دهه ها از جنایات رژیم در عذاب بودند. منصه للاصوات المكبوته وللشعوب التي تطالب بحريتها كالشعب الايراني الذي عانى من اجرام نظامه على مدى عقود عده.